بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنعداهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام، همراهان برنامه سرزمین عشق. بعد از عرض سلام و ادب تسلیت عرض میکنم ایام شهادت و سوگواری شهادت مظلومانه آقا عبدالله الحسین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم ابتدا خدمت آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا و بعد خدمت همه شیعیان موالیان و محبان اهل بیت اسلام و طهارت. انشاءالله که عزاداری های شما به بهترین نحو مورد قبول درگاه خدای عزوجل قرار گرفته باشه. همطور که مستحضر هستید این شبها افتخار داریم در قالب برنامه سرزمین عشق میزبان مهمان گرانقدر حاجی بهره‌من باشیم و از بیانات ایشون کمال استفاده و بهره رو ببریم. بنابراین از طرف شما و خودم خدمت ایشون عرض سلام و خیر مقدم خواهم داشت. حاجی بهره‌من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و علام الله اجورکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علام الله اجورنا و اجورکم. بنده هم خدمت همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. شهادت مظلومانه آقا سید الشهدا علیه السلام و یاران با وفایش را محضر آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنم. امیدوارم همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم در پناه حضرت حجت سلام الله علیه باشن ان شاء الله. اگر اجازه فرمایید ان شاء الله امشب هم به رسم ادب زهار آقا امام حسین علیه السلام باشه برای ان شاء الله وارد بحث بشیم به همه بینندگان. یا حسین صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة ما خاب من تمسك بك وأمن من لجأ إليك السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما صلى الله عليك يا مولاي يا مقتداي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. یا من اسمه دواء و ذکره شفا. همطور که مستحضر هستید در جلسات گذشته و برنامه های پیشین برنامه سرزمین عشق در حضور کارشناس محترم برنامه حاجی بهره‌من به جنبه های تشابه و ویژگی های قرآن کریم با آقای امام حسین علیه السلام پرداختیم. مطالب بسیاری رو بررسی کردیم و در شب گذشته از کلام آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام جنبه های شفا بودن قرآن کریم رو بحث کردیم و از اونجایی که طبق حدیث ثقلین معروف آقا رسول الله صلی الله علیه و آله اهل بیت احسان و طهارت و قرآن هیچگاه از هم جدا پذیر نیستند، هر آنچه بر قرآن مترتب باشد مطمئناً بر ذوات مقدسه اهل بیت احسان و طهارت و بالاخص آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام به طور اخص مترتب است.
برنامه امشب رو همچون شبهای گذشته ادامه میدیم و پای صحبتهای کارشناس محترم برنامه حاجی بهره‌مند مینشینیم تا در باب شفا بودن آقا ابوعبدالله ناصری علیه السلام بیشتر و بیشتر و بیشتر بدانیم. حاجی بهره‌مند استفاده میکنیم ان شاء الله. در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. کلام در این بود که خداوند برای هدایت بشر دو تا معجزه داره. بله. یکی قرآن کریم، معجزه جاوید و همیشگی و باقی تا قیام قیامت، یکی وجود مبارک آقا امام حسین علیه السلام. قرآن کریم برای اصل اسلام و آقا امام حسین علیه السلام برای بقای اسلام. به هر دوی اینها به شدت بشریت نیازمند است و عاقبت بشریت به واسطه همین کتاب و همین امام حسین علیه السلام که هیچ وقت از هم جدا نمیشن، سرانجام تمام بشریت هدایت میشن و به سعادت میرسن و این اراده خدای تبارک و تعالی. بر معجزه بودن امام حسین علیه السلام شواهدیه. یکی از شواهد رو نقل کردیم که امام حسین علیه السلام وجود مبارکش، اسم مبارکش شفاست، شفای دردهاست، چه دردهای جسمی چه دردهای معنوی روحی، به دلیل اینکه اسم او اسم خدای عزوجل تبارک و تعالی، لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. خدا را با اسمای حسنایش بخونید. مرحوم کلینی در کافی شریف کتابی دارن، بابی دارن که می‌فرماید نحن الاسماء الحسنا، ما این اسمای حسنای الهی. نام های ائمه هدا علیه السلام مشتق شده است از نام خدای تبارک و تعالی. وقتی حضرت آدم علی نبی و آله و علیه السلام گرفتار این دنیا شد و خواست برگرده به اون جایگاهی که داشت، آشنا شد با انوار طیبه پنجتن آل عبا. با نام یک یک این پنجتن آشنا شد و خدای عز و جل به حضرت آدم از طریق جبرائیل فرمود که آدم هرگاه به من حاجتی داشتی، نیازی داشتی، مرا به این نام ها بخون و بگو یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. بس حسین مشتق از قدمت احسان خدای تبارک و تعالی و مظهر احسان خداوند در عالم وجود نام مبارک حسینه. بنابراین همینطوری که نام خداوند شفاست، قرآن کریم شفاست، اسم امام حسین علیه السلام هم شفاست. شفاست. چرا؟ چون اسم خدای تبارک و تعالی. لذا فقهای ما میفرمایند همینطوری که نمیتونی شما بی وضو به خط قرآن دست بزنی، به اسم الله دست بزنی، فرمان به اسم امام حسین هم نمیتونی بدون وضو دست بزنی. چرا؟ چون اسم خدای متعال است، تبارک و تعالی، و دارای همون احترام و همون حرمت و اثر آن همون اثر قرآن کریم کریمه. ماشاءالله. همه علمای گذشته رو خداوند رحمت کنه، غریق رحمت کنه. مرحوم آیت الله شیرازی رحمت الله علیه، یک کسی که قصه برای خودش اتفاق افتاده بود، او تعریف کرد پیش من و گفت من سینه درد داشتم، ناراحتی سینه داشتم، خدمت ایشون رسیدم. قوم رفتم دیدار ایشونو، گفتم آقا من درد سینه دارم، مدت هایی به فکر علاج هستم و فایده نکرده. ایشون یه فکری کردن، گفتن من با این دستم برای امام حسین مطلب نوشتم، کتاب هایی نوشتم با این دستم.
اگر آبروی دارم نزد امام حسین علیه السلام، من این انگشت خودم رو میزنم تو این آب. گذاشتن یا تو لیوان آبی که مقابلشون بود انگشتشون رو گذاشتن، فرمودن که بخور، بسم الله بگو بخور، و من خوب شدم. ماشاءالله. بله خوب شدم. این برکت آقا امام حسین علیه السلام، ایشون با این دست خدمت کرده با آقا امام حسین علیه السلام، و خدا این اثر رو میگذاره. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه که استاد مراجع بود، ایشون مبتلای به چشم درد شده بودن مدت هایی. در ایامی که در بروجرد بودن، ایشون در اصفهان طلبه میشن، در اصفهان درس میخونن و میرسن به مقام اجتهاد، بعدش مشرف میشن نجف اشرف و 10-11 سالی در نجف اشرف بودن و شاگرد مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه بودن. بعدش برمیگردن به وطن و در بروجرد ایشون زندگی میکردن قبل از اینکه به مقام مرجعیت برسن و بیان قوم. درست. ایشون در بروجرد بودن. ایامی که در بروجرد بودن، دهه اول محرم، تو خونه ایشون روزه بود و دستجات عزاداری، هیئت‌های عزاداری خونه ایشون میمدن. یه هیئتی بود در بروجرد، هیئت سادات بود. اینها برهنه میشدن و تمام این بدنشون را با گل آغشته میکردن. رسم عزاداریشون اینجوری بود و با همین حالت وارد منزل آیت الله بروجردی میشن. آقای بروجردی فکر میکنن که اینها عزاداران امام حسین هستند و نام امام حسین را دارن به زبان میارن و این گل عزادار امام حسین علیه السلام. قدری از این گل را بر میدارن، به چشمشون میمالن و ایشون تا آخر عمر دیگه چشم درد نمیگیرن. این به برکت نام مبارک آقا امام حسین علیه السلام. بنابراین از شواهد بر معجزه بودن امام حسین علیه السلام اینه که درمان درد هاست، دوای درد هاست. جسم و روح درمان میشود به برکت نام مبارک آقا امام حسین علیه السلام. لذا اونی که درد داره کافیه 110 مرتبه بگید یا حسین. دستشو بذاره روی دردی، بدنی که دارای درد داره، موضع درده، 110 مرتبه به اسم آقا امیرالمومنین بگید یا حسین. لیوان آبی را چند مرتبه نام امام حسین علیه السلام رو ببره و قصد استشفا اون آب رو بخوره، قطعا اثرش را خواهد دید. شاهد دوم بر معجزه بودن آقا امام حسین علیه السلام، زیاراتی که به نام امام حسین علیه السلام، که این زیارات تأثیر مستقیم دارد برای برآورده شدن حوائج، تأثیر دارد برای استجابت دعاها، و معروفترین و مشهورترین زیارات زیارت عاشورا. بله. که این زیارت را هم میشد از نزدیک خوند، هم میشد از راه دور خوند. شما میفرمایید زیارات آقا امام حسین علیه السلام مثل همون زیارت مطلقه، زیارتی که در حرم میخونند، یا زیارت روز عرفه آقا امام حسین علیه السلام، درست هست میگم؟ همین زیارتی که مخصوص آقا امام حسین علیه السلام هست. بله، 6-7 زیارت دارن آقا امام حسین علیه السلام. البته اونی که در مفاتیح مسلم در کتابهای دیگه، زیارات دیگری وجود دارد. مرحوم آیت الله شیرازی کتابی دارن الدعاء و زیاره، و اونجا بیش از 10 زیارت برای امام حسین علیه السلام اونجا ذکر میکنن. بله. مؤثرترین اونها زیارت عاشورا که هم به تجربه رسیده تأثیرش، و هم روایاتی فراوانی داریم در اینکه این زیارت مؤثر برای برآورده شدن حاجات و برای استجابت دعاها و برای شفای دردها و بیماری ها که
امام باقر سلام الله علیه این زیارت را انشاء کردند. بله. مستقیما از طرف خدای تبارک و تعالی، نه اینجور که مثلا امام باقر بفرمان این من از پدرم شنیدم و پدرم از پدرش شنیده، نه مستقیما از خدای عز و جل نقل میکنن، برای اینکه خلیفه خدای خدا بر روی زمین تبارک و تعالی است. به همین دلیل هست که زیارت عاشورا رو حدیث قدسی میگن. بله. بله. که در روایات ما میفرماید مؤثر است در پاک شدن انسان از گناهان، اگه بخواد انسان از گناه پاک بشه دست به دامن زیارت عاشورا بزنه. مؤثر است، اثر خیلی خیلی زیادی دارد برای برآورده شدن حوائج، حتی اگر حاجت خیلی خیلی سنگین باشه عیبی ندارد، به برکت زیارت عاشورا حاجت به اون مقصد انسان میرسه. شفای دردها و بیماریها در زیارت عاشورا باعث طولانی شدن عمر انسانه و باعث زیاد شدن رزق و روزی انسان. بله. اونی که احساس میکند روزیش تنگ شده با زیارت عاشورا میتونه دست به دامن زیارت عاشورا بشه. استاد ما میفرمود که فشار اومد به من از نظر مالی، رفتم رو پشت بون رو به قبله و شروع کردم به خوندن زیارت عاشورا. شب رفتم نماز مرحوم آیت الله امامی. بحب. از علمای اصفهان رفتم نماز ایشون. آقای امامی هنوز نیامده بودن برای نماز. بحب. اومدن وارد مسجد شدن، چشمشون افتاده بود به استاد، چشم به استاد ما اومده بود جلو و گفته بود فلانی مثل که روزه دارید و من تو خواب به من گفتن که شما روزه دارید، شون زیارت عاشورا خونده بودن. بحب. نه روزه، و من یه چک نوشتم برای روزه. برای روزه من چک بگیرین. گفتن من به خاطر ناراحتی مالی دست به دامن زیارت عاشورا شدن، ایشون باید در خواب اونجور ببینن و جلو جلو چک برای من بنویسن. بلای از نظر برطرف شدن فقر و تنگ دستی توسل به زیارت عاشورا بسیار مجرب هستش. مجرب. امام صادق علیه السلام به جناب صفوان میفرماید بر خوندن این زیارت مداومت داشته باش. بتونید انسان هر روز بخوند این زیارت را خوش به حالش. بر خوندن این زیارت مداومت داشته باش که فرمودن من ضمانت میکنم. امام حجت خداست، امام صادقه. بفرمود اگر خوندی و مداومت داشتی من ضامنم، اولا زیارتت قبول می شود، سعی و کوششت نزد خداوند مشکوره، خدا ازت تشکر میکنه به واسطه خوندن این زیارت، و سوم حاجاتی که مد نظر داری حاجات تو برآورده میشه، قطعا برآورده میشه. از اساتید ما خدا رحمتشون کنه مرحوم آیت الله صافی، شیخ حسن صافی اصفهانی، از علمای بزرگ اصفهان که ایشون سالیانی در جوار حرم مولا امیرالمومنین علیه السلام بودن و بعدش برمیگردن اصفهان، ایشون بسیار بسیار تأکید داشتن بر خوندن زیارت عاشورا و فرمودن مشکلاتی من در زندگی داشتم، گره‌هایی در زندگی داشتم که امکان نداشت که بشر عادی بتوند این گره‌های زندگی مرا برام باز کنه. یرحمکم الله. امکانش نبود و خدای عز و جل به برکت همین زیارت عاشورا اون گره در زندگیم را باز کرد. اولا فرمودن به واسطه این زیارت عاشورا رضایت پدر و مادر را به دست آوردم. حالا قصه ای دارد که قصهش عرض میکنم. به برکت توسل به این زیارت من تونستم پدر و مادرم را از خودم راضی کنم. راضی کنم.
که رضایت پدر و مادر بسیار حائز اهمیت و قضا ربک الا تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا. اینو از دست من ناراحت بودن، من دست به دامن زیارت عاشورا شدم و تونستم راضی کنم پدر و مادرم راضی کنم. این اولا. ثانیاً به برکت زیارت عاشورا در مسیر دین قرار گرفتم، محبتم به علم و دانش زیاد شد و سرباز آقا امام زمان علیه السلام شدن. یعنی از بین تمام شغلها سربازیه آقا امام زمان علیه السلام را اختیار کردم به برکت زیارت عاشورا. از فقر اقتصادی نجات پیدا کردم کلن تا آخر عمر، دیگه فقر سراغ به برکت زیارت نیامد، به برکت زیارت عاشورا که ایشون ماشاءالله هر ماه یک گوسفند برای سلامتی امام زمان علیه السلام ذبح می‌کردن. دلیل بود برای اینکه دیگه فقیر نیستن که بتونن هر سر هر ماهی به اسم امام زمان علیه السلام گوسفند ذبح کنن. بله، و شهریه میدادن به طلاب. یه وقتی من تو بازار اصفهان می‌رفتم برای مدرسه، ایشون دیدم، سلام کردم و اوشون هم جواب سلام من داد و یه پولی داد دست من. او رفتن سر درسشون، منم رفتم سر درس، نگاه کردم 2000 تومان، خیلی 2000 تومان بله خیلی پول بود اون وقت، چون 2000 تومان به من پول دادن بدون اینکه من بهشون بگم آقا من پول میخوام. اینقدر پول داشتن که بدون اینکه من بگم خودشون ماشاءالله میدادن. این به برکت زیارت عاشورا فرمودن دیگه، فقر و تنگدستی از من رفت به برکت زیارت عاشورا. و از همه مهمتر محبتم به اهل البیت علیهم السلام اونقدر زیاد شد که من واله این خانواده، عاشق این خانواده هستم و محبت به این خانواده را بر هر چیز دیگری ترجیح میدن. و قصه ای که براشون اتفاق افتاده بود را نقل کرده بودن برای فرزندانشون. بعضی از علما قصه را نقل کردن در کتاب ها. کتابیه خیلی کتاب ارزشمندیه، توصیه میکنم به بینندگان محترم، مخصوصا جوان ها این کتاب را مطالعه کنن. کتاب کوچیکیه و خیلی زیبا و بسیار بسیار مفیده، آثار شگفت زیارت عاشورا. یکی از داستانهای این کتاب قصه ای که برای مرحوم آیت الله صافی اتفاق افتاده بود. ایشون فرموده بودن که من در سن 16-17 سالگی طلبگی را انتخاب کردم، تصمیم گرفتم که طلبه بشم در دوره رضا شاه، در دوره ای که رضا شاه میخواست حوزه نباشه، عالم نباشه، طلاب رو میبرد برای سربازی. من در اون دوره تصمیم گرفتم که سرباز آقا امام زمان علیه السلام بشم. به شدت مورد مخالفت پدر و مادرم قرار گرفتم. به هیچ وجه ناراضی نبودم، قبول نمی کردن. نارضایتی اونها و حدی بود که به تمام فامیل سپرده بودند که هیچ کسی به حسن یک ریال کمک نکنه. زن دادن پیش کهش نه، هیچ یک ریال کسی به این آقا کمک نکنه که ایشون دست از طلبگی برداره و برگرده سر خونه و زندگیش و بیاد کاسب بشه. گفت تمام فامیل، فرمودن که تمام فامیل با من قهر بودن، قطع رابطه کرد، هیچ کدوم با من رابطه نداشت و من هیچی نداشتم برای خوردن. مجبور بودم پنجشنبه ها و جمعه ها از شهر اصفهان برم بیرون اطراف اصفهان عملگی کنم، یه پول مختصر گیرم میمد، نون میخریدم. چی نونی؟ این اطراف نون را که دور ریزه و میدن به حیوانات، من اونو میخریدم. اونو میخریدم میوردم حجره با آب میخوردم. گاهی سرکه گیرم میمد، خورشت میکردم. بله اینو خورشتش میکردم با همین اونا و غذای من این بود. و فرش من تو حجره در مدرسه نوریه اصفهان حجره داشتم، فرش من حصیر بود. زیرانداز من شب که میخواستم بخوابم یه عبایی داشتم
این چهار فصله بود با. یه قسمت عبا را زیرم مینداختم، قسمت دیگرش را رو اندازم بود، زیر سرم هم کفشم بود، اینجوری میخوابیدم. هیچ کس نبود که یک ریال به من کمک کنه. خب عاشق سربازی امام زمان علیه السلام بودم، اما به شدت از اون طرف ناراحت بودم. از مالی پدر بله مسئله مالی پیش کش. خب پدر مادرم از دست من نگرانن، من ناراحتم. و خدا فرموده و قضا ربک الا تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا، به دلم افتاد دست به دامن زیارت عاشورا بشه. بعد از نماز صبح چهل روز بعد از نماز عاشورا، در نماز صبح شروع کردم به خوندن زیارت عاشورا. روز اول، روز دوم، روز سوم، روز سیوم، روز سی و هشتم، روز سی و نهم هیچ خبری نشد. روز سی و نهم یکی فرستادن که برد واسطه بشه نزد بابام ببینم این زیارت هایی که من خوندم تأثیر گذاشته. دیدم بابام به شدت ناراحته، هنوز ناراحته. بعد از 31 روز بله هیچ، بعد از 39 روز هیچ تأثیری نداشت و خیلی هم ناراحت بود و پیغام داده بود که بهش بگو که باید برگرده سر خونه و زندگی و دست از طلبگی برداره تا روز 40. روز 40 دیگه خیلی با حالت عجیب و غریب من اون زیارت آخرا بله شروع کردم به خوندن. آخرای زیارت عاشورا بود، صدای بابامو شنیدم که داشت میمد طرف حجره. شب قبل با اون حالت، شب قبل من در عالم رؤیا صدای ملکی را شنیدم که داشت سوره اذا جاء نصر الله والفتح را میخوند. صدای بابام شنیدم داشت آروم آروم میمد سمت حجره، همین سوره رو میخوند، بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله. اسم خودش هم نصر الله بود، اسم باباه. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، در حجره رو زد و وارد شد. نگاه کرد دید وضع من رو حسیر، رو اندازم یه عبای نازک، تو دل زمستون هیچی وسیله گرم کردن ندارم. زیر سرم هم کفشمو گذاشتم. گفت حسن بابا تو اینجور داری زندگی میکنی؟ یا حسن یا بابا منقلب میشه، بابا منقلب میشه و مرید فرزندش میشه. میگه از این به بعد هر چی میخوای من در خدمتم. و وضعم خوب شد. بابام از دستم راضی شد. به دنبال رضایت پدر فامیل با من آشتی کردن. وضع مالی من خوب شد دیگه. خوب شد و بعد تونستم برم قوم و بعد از قوم هم ماشاءالله برم نجف و دنبال من بابام هم اومد نجف و با فرزندش زندگی کرد و در نجف هم از دنیا رفت و در وادی السلام دفن شد. فرمودن من به برکت زیارت عاشورا اون گره عجیبی که در زندگی من افتاده بود و هیچ کس نمیتونست حلش کنه حل شد. هم نجات پیدا کردم از فقر و تنگ دستی، هم نجات پیدا کردم از ناراحتی پدر و مادر و رضایت اونها رو تونستم جلب کنم، هم ادامه دادم به سربازی آقا امام زمان علیه السلام و واقعا عاشق و شیفته خاندان عصمت و طهارت شد. وقتی نام ائمه رو میبرد آیت الله صافی، عشق از دیدگانشون جاری میشد. بله جاری میشد. آقای بهره من حقیقتا خوب موالی و سرورانی داریم، یعنی هم در دنیا و در هم در آخرت دستگیر ما هستند. واقعا تعجب میکنم موالی لا احصی ثناءکم. تعجب میکنم از بعضی از افراد که واقعا به جایی که در به خانه یک چنین اربابان کریم و مهربانی برن، متاسفانه از پدر و مادرم مهربان دست به دامن افرادی میشن که فقط و فقط به خاطر مصلحت و نیازهای خودشون به ما کمک میکنن. همشون پشیمون میشن. الله بله. تنها در خانه‌ای که درش پشیمانی نیست در خانه اهل بیت، در خانه اهل بیت مخصوصا در خانه آقا امام حسین
علیه السلام و باب الحسین اوسع، بله، و سفینه الحسین اسرع اوسع و اسرع، بله. واقعا این بحث این که باب الحسین اوسع به چشم دیده میشه، نه فقط مسلمان و شیعه، از تمامی ادیان، از جهانی امام حسین. واقعا کار آقای امام حسین السلام عجیب هست، یعنی همین میگه معجزه است. معجزه است، معجزه یعنی چه؟ از فکر بشر، ما فوق فکر بشر، ما فوق اندیشه است. این چیه؟ این چه سریه؟ این چه سریه؟ چه معجزه ای که خدای عزوجل اراده کرده که بشر به خود بیاد. امروز عزیزی، حالا من تو بخیر میگرد کلام یا جرول کلام صحبت داری میکنیم راجع به امام حسین علیه السلام، مطالبی که راجع به، حالا خیلی وقتا مطالب فرهنگی یا مطالبی که حتی راجع به مابقی ائمه هست، به راحتی شاید به مرزهای کشورهای مختلف رسوخ پیدا نمیکنه و وارد نمیشه، ولی قضیه آقای امام حسین علیه السلام به راحتی الان در تمام دنیا جاری و ساری است. شما کمتر کشوری میبینید در این کره پهناور که در ایام محرم عزای امام حسین علیه السلام درش جاری، در حالی که شاید مثلا 60 70 سال پیش نمیدونم در تو جنگل های افریقا لباس تو بدنشون نیست، اما برای امام حسین سینه میزنن عزاداری میکنن. عزاداری میکنن. تو قطب الله حسینیه در قطب. تعداد آدماش زیاد نیستن ماشاءالله، اما به اسم امام حسین علیه السلام مجلس میگیرن. مصباح هدن و سفینت و نجات. در روایات در خصوص زیارت امام حسین علیه السلام دارد که خدای عزوجل شخصا، خیلی مهمه، تجلی میکند بر زائرین آقا امام حسین علیه السلام و حوائج اونها رو خدای عزوجل مستقیما بهشون میده و اونها رو از گناه پاک میکنه. روایت بخونم محضر بینندگان محترم از آقا امام صادق علیه السلام، واقعا عجیب این زیارت و این دعا، یعنی این حدیث شریف در کامل زیارت، یعنی بدون واسطه خدای عزوجل حاجت، بله، ملاحظه کنید، ان الله ان حقا چنین شک نداشته، ان الله تبارک و تعالی، خدایی که صاحب خیر کثیره، خدایی که صاحب علو، چنین خدایی، یتجلا لزوار قبر الحسین علیه السلام، ساهر میشه خدای عزوجل، تجلی میکنه. الان عرض میکنم که منظور چی از این تجلی؟ بله، یتجلا لزوار قبر الحسین قبل اهل عرفات، قبل از این که نظر بکند، نظر لطف و رحمتش به عرفات و اهل عرفات بکنه، به زائرین قبر آقا امام حسین علیه السلام نظر لطف میکنه. تجلی خدای عزوجل یعنی ظهور رحمت خدای عزوجل، ظهور برکات خدای تبارک و تعالی بر زوار امام حسین علیه السلام، و این تجلی لطفی بهش میگن، تجلی رحمتی. چون خدای عزوجل دو نوع تجلی داره، یک نوع تجلی دارد که این قابل تحمل نیست، هیچ کسی نمیتوند اون تجلی الهی را تحمل کنه، هیچ کس، معصوم و غیر معصوم. در قرآن کریم دارد که فلما تجلا ربه للجبل، وقتی خدای عز و جل رب موسی تجلی کرد برای کوه، جعله دکن، سبحان الله، دکن یعنی مستویا مع الارض، مثل پنبه زده شده شد، خاک شد، الله کوه خاک شد، و خر موسی صعقا، موسی هم از هوش رفت. این چه تجلیه که قابل تحمل نیست؟ این تجلی قهریه، تجلی جبروتیه، تجلی جلالی، خدا میخواد جلال خودش را، قهر خودش را، غلبه خودش را نشون، این قابل تحمل نیست برای هیچ کس، برای هیچ کس. اما یک تجلی داره، تجلی لطفی، رحمتی، عنایتی، این تجلی مخصوص زوار آقا امام حسین علیه السلام، و خوشا به حال کسی که زائر امام حسین بیفته در این، بله، مسیر. چه مسیر خوبی است که فرمود اذا اراد الله
بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. اگر خدای عز و جل اراده کند خیری در به کسی نصیب کنه، خیری و نفعی و سودی به او برساند، بی اختیار محبت امام حسین و محبت زیارت امام حسین علیه السلام در قلب او قرار میداد که حب الحسین طریق السعداء. احب الله من احب حسین، خیلی حرفه احب الله من احب حسین. سه دقیقه چهار دقیقه دو پایانه برنامه بیشتر فرصت نداریم، وقت به سرعت داره میگذره و کلام در این باب بسیار زیاده. بله، کلام در باب زیارت امام حسین و فواید زیارت امام حسین کلام خیلی طولانیه و خیلی فراوانه. توصیه میکنم به جوانهای عزیز کتاب کامل زیارات را که هزار سال قبل نوشته شده ابن قولوی استاد شیخ مفید، این کتاب را قبل از شیخ مفید یعنی قبل از هزار سال بله این کتاب را نوشته است. این کتاب الحمدلله به زبان فارسی هم ترجمه شده. جوانها مطالعه کنند و دقت کنند و ببینند چه برکاتی زیارت آقا امام حسین علیه السلام دارد و غفلت از زیارت امام حسین علیه السلام نکنند که به برکت این زیارت ایمان قوی میشه، به برکت این زیارت برکات زندگی انسان زیاد میشه. و مرحوم شهید رحمت الله علیه در دروس می نویسه ان زیارت الحسین واجبتون علا کل مسلم. بله واجبه، نه مستحب. فقط مستحب. بله. اگر اون مسلم غنی باشه می فرماد فی کل سنت مرتین، اگر غنی و پولدار باشه در سال دو مرتبه باید زیارت آقا محسن مشرف، و اگر فقیر باشه یک مرتبه سالی. شما حج در طول عمرتون یک مرتبه بار. بیشتر اونم اگر مستطیع باشی. اما مسئله زیارت امام حسین همه باید بیان به زیارت، غنی و فقیر باید بیان به زیارت. خیلی وقتها تو برنامه معراجی که ما داریم عزیزان میپرسن سوالهایی که از ما میکنن، آقا میشد ما بریم قرض کنیم و بریم به زیارت امام حسین؟ میگم بله میشد، هیچ اشکالی ندارد، برید قرض کنید، برید زیارت، اونجا دعا کنید تا خدا قرضتون رو ادا کنه. قرضتون هم ادا میشه بله. و دعاتون در حق دیگران هم مستجاب میشه. ماشاءالله احسنتم، خیلی ممنونم، متشکرم. آقای بهره من بسیار بسیار استفاده کردیم. خدای عزوجل رو شاکریم از اینکه یک بار دیگه به ما رخصت داد و برکت در عمر و ساعات و دقایق زندگی ما قرار داد تا صحبت ما و سخن ما درباره آقای امام حسین علیه السلام باشه. شاید این کلامی که میگم بسیار بسیار عمیق باشه، ولی اون ساعات و دقایقی از عمر ما که صرف صحبت در باب آقای امام حسین علیه السلام میشه آنچنان برکتی خواهد داشت که مطمئنن کسی جز خدای عزوجل توان محاسبه برکت اون رو نخواهد داشت. نه به خاطر اون که اون ساعات برای ماست، به خاطر اون که اون ساعات مربوط به آقای امام حسین علیه السلام هست و مقام و منزلت آقای عبدالله حسین علیه السلام رو کسی جز خدای عزوجل نمیدونه. خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند از اینکه تا به این لحظه با برنامه سرزمین عشق همراه بودید. من از طرف شما از آقای بهره من هم تشکر میکنم آقا و هم اگر اجازه فرمایید از شما خداحافظی میکنم. ان شاء الله ادامه این بحث رو به فردا شب موکول بکنیم. در خدمت شما. خدمت از واسه زنده باشید. بینندگان عزیز و ارجمند، سروران گرامی، باز هم از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در عزاداری هاتون ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. اللهم عجل لوليك الفرج، التماس دعا و يا حسين. احسنتم، طيب الله فاسم، خيلي خيلي ممنون. مهر تو اي حسين جان از دل کشد زبونه مرغ دلم بسویم پر میزنه شبونه پر میزنه شبونه
من